بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر محمد و آل محمد. شاگردای عزیز سلام، استاد رضایی هست و به ادامه درس مضمون بیولوژی صنف 11 هم در خدمت شما قرار دارم. شاگردای عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، امروز درس 16 هم ما و شما میخوانیم و موضوعاتی که روز گذشته خوانده بودیم حتما یادتان است. روز گذشته ما و شما در رابطه با عملی آسموس در نباتات و همچنان با اهمیت عملی آسموس گپ زدیم و بحث داشتیم. ما براتون کارخانگی هم داده بودم، امیدوارم که با دقت کارخانگی را انجام داده باشین و هیچ گونه مشکل در درس های روز گذشته نداشته باشین. با آن هم شاگردای عزیز، یک بار دیگر درس روز گذشته ما براتون بسیار به صورت خلاصه تشریح میکنیم و کسانی که جلسه را از دست داده بودن، اونا میتونن که یک بار برشان مرور شوه و اونا هم مستفید شوند. خب شاگردای عزیز، درسی روزی گذشته ما و شما در رابطه با چی بود؟ آفرین، درس گذشته ما و شما در رابطه با عملیه آسموس در نباتات بود و همچنان دیگر چی خواندیم؟ اهمیت عملی آسموس خواندیم. اهمیت عملیه آسموس. خب ببینید شاگردای عزیز، درسی روزی گذشته ما است. عملی آسموس در نباتات چگونه است؟ ما شما در رابطه با عملی آسموس در حیوانات هم گپ زدیم. مثالش گفتیم که اگر حجره حیوانی داخل آب مانده شود، آب از طریق عملی آسموس از غشای حجروی داخل حجره میشه و چون غشای حجره نازک است و این بر اثر فشاری که از داخل وارد میشه این میترکد. اما عملی آسموس در نباتات به این شکل نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که ما شما گفتیم یکی از تفاوت‌هایی که بین حجرات حیوانی و نباتی وجود داره در دیوار حجروی است. ببینید اگر ما شما یک حجره را مد نظر بگیریم، ببینید دیوار حجروی بسیار به فاصله تنگاتنگ و نزدیک با غشای حجروی وجود داره که این خود دیوار سلولوزی از چی جور شده؟ از سلولوز جور شده، از نامش پیدا هست، به نام دیوار حجروی هم یاد میشه. فقط در نباتات وجود داره. سلولوز بر علاوه از این که تعیین شکل کرده برای نباتات، برای حجرات نباتی، همچنان محافظت هم میکنه، پس وظیفه محافظت هم داره. هرگاه حجرات نباتی اگر داخل آب مانده شوه، گپ ما سر عمل آسموس است، اگر داخل آب مانده شوه، ما شما گفتیم که یک از فرقهای دیگه حجرات حیوانی و نباتی در واکیول ها هست. در حیوانات هم واکیولش کوچکتر است و هم کمتر است، اما در نباتات واکیول ها اندازه هایش کلانتر می باشه و زمانی که آب از بیرون تحت عملی آسموسیس داخل شوه، حجره می پنده تا جایی می پنده که دیگه گنجایش پندیدن نداشته باشه، اما بر اثر داشتن دیوار حجروی که در حجره نباتات وجود داره، حجره نمی ترکه. دلیلش است به خاطر که سلولوز وجود داره. درست است. و همچنان ما شما روی اهمیت عملی آسموس گپ زدیم. گفتیم که ما شما و حجرات ما شما نیاز به مواد غذایی داره و این مواد غذایی از طریق عملی آسموس داخل میشه. ببینید زمانی که ما شما غذا رو نوشجان میکنیم، این در از طریق سیستم هاضمه وارد دوران خون میشه و تمام قسمت های بدن ما و شما این مواد غذایی رسانده میشه و بین خلاهای بین الحجروی که براتون گفته بودم، اگر حجرات باشه، ببینید غذا می در بین خلاهای بین الحجروی آزاد میشه. زمانی که آزاد شد، این غذاها چیکار میشه؟ از طریق عملی آسموس داخل میشه. وقتی که داخل میشه و در اینجا آب هم رول اساسی رو داره که باید با آب منحل شه و بعد چیکار میشه؟ اینا داخل میشه. پس اگر عملی آسموس نباشه، حجرات ما و شما مواد غذایی رو به صورت کامل گرفته نمیتونه. گرچه عملی انتشار یا دیفیوژن هم رول اساسی داره، ولی اینا لازم و ملزومی هم دیگر هستن که باید با آب چیکار شوه؟ در قدم اول منحل شوه، بعد از او داخلی حجرات شوه. خب شاگردای عزیز، شما در گوشه تخته یک نظر بیاندازین و تا ما تخته را پاک میکنم، شما کتابایتان را باز بکنین و درس امروزی که عبارت از انتقال فعال یا اکتیو ترانسپورت میباشه، شما ای را پیدا بکنین. از همگی پیدا شده انشالله. ببینین، من یک بار نشان میتونم صفحه چند است. صفحه 39 کتاب، عملیه انتقال فعال یا اکتیو ترانسپورت، از نامش پیدا است. اکتیو به معنای فعال، ترانسپورت به معنای منتقل کننده یا انتقال معنا میده، پس انتقال فعال. خب شاگردای عزیز، ببینید ما شما گفتیم حجره وقتی که مادهای غذایی را به داخل خود راه میده، این توسط دو تا عملیه، یکی عملیه انتقال فعال و یکی عملیه انتقال غیر فعال. ما شما روی عملیه های انتقال غیر فعال گپ زدیم.
امروز انتقال غیر فعال، انتقال فعال که میزنیم. ببینید شاگرد عزیز، چرا انتقال فعال میگه؟ ما شما گفتیم که یک عده مواد های غذایی که در داخل حجره وارد میشه، اینا بدون مصرف انرژی داخل میشه. پس چون انرژی مصرف میشه، اینا رو به نام انتقال چی میگه؟ انتقال غیر فعال میگه. درست است؟ خب امروز روی انتقال فعال گپ میزنیم، یا برش چی میگیم؟ اکتیو ترانسپورت. ببینید شاگرد عزیز، اکتیو ترانسپورت یا انتقال فعال چگونه است؟ ما میگیم که عبور و یا داخل شدن موادها در حجره با مصرف انرژی را چی میگه؟ انتقال فعال میگه. انتقال فعال. خب شاگرد عزیز، اینا رو ببینید، ما بحث باز میکنم. اینا بعضی موادها وقتی که در خلاهای بین الحجروی میآید، اینا درشت هستند. چی هستند؟ درشت، یعنی کلاندونه هستند. شما فکر کنید که یک مواد غذایی، فکر کنید که اون مولکول های پروتئین وقتی که میاد در این قسمت قرار میگیره، اینا از طریق عملیه غیر فعال داخل حجره شده نمیتونه. پس باید انرژی مصرف شه و بعضی مکانیزم های چگونگی در حجره به وجود بیاید تا بتونه که این موادها را چیکار بکنه؟ به داخل خود رابطه. خب ببینید شاگرد عزیز، این چه رقمی میشه؟ متوجه باشین؟ زمانی که حجره با این یک موادها روبرو میشه، در غشای حجروی پستی و بلندی ایجاد میشه. چیکار میشه؟ پستی و بلندی ایجاد میشه. ببینید به این شکل، فکر کنید این دیگه حجره، یک حجره غشای حجره است، ما این قسمتی که پستی بلندی ایجاد میشه، با رنگ دیگه کار میکنم تا شما بهتر بفهمید. ببینید شاگرد عزیز، اینه با این شکل، با این شکل پستی و بلندی ایجاد میشه. درست است؟ زمانی که پستی و بلندی ایجاد میشه، این قسمت ببینید شکل چوشک یا لفافه را به خود گرفته. شکل چی؟ چوشک. این قسمت داخلش، باش ما بهتر رسم بکنم، این قسمت شکل چوشک به خود میگیره. وقتی که شکل چوشک به خود میگیره، این مواد به داخل خود را میته. میآید این قسمت یک به شکل یک غشای بسیار لشم هم اینی به خود میگیره و این راحت در داخل خود ببین، این باز دور زیر محکم میکنه، این را به داخل خود را میته. وقتی که به داخل خود را داد، باز دور بر از این مواد یک پوش بسیار نازکی خریتمانن احاطه میکنه. وقتی این را احاطه کرد، این را میته به طرف کجا؟ به طرف سایتوپلازم. به خاطر چی؟ به خاطر که این مواد قابل استفاده نیست. سعی شد از طریق عملیه اسیمیلیشن، حتما در سمت دیاتان مانده، وقتی این میاد تحت چی قرار میگیره؟ تحت انزایم قرار میگیره. انزایم ها باید بیاید تا ایره هضم بکنه، تجزیه بکنه و با موادهای کوچکتر تبدیل بکنه تا قابل استفاده برای حجره شود. درست شد؟ خب ببینید، این عملیه ها را اگر موادی که داخل حجره میشه، اگر این سخت باشه، این عملیه را به نام چی میگه؟ به نام فاگوسایتوزیس. به نام چی؟ اگر مواد سخت باشه به نام چی میگه؟ فاگوسایتوزیس. ببینید مثالش چی هست؟ مثالش ما و شما میتونیم حجرات سفید خون بگوییم. خب ببینید شاگرد عزیز، چه رقم زمانی که میکروب ها وارد بدن ما شما میشه، میکروب ها خودش بخصوص اگر باکتری ها باشه، اینا نسبت به ویروس ها تقریبا 10,000 مرتبه بزرگتر است. وقتی که اینا داخل میشه، داخل وجود ما شما میشه، حجرات سفید خون وظیفه اردوی ملی را داره. اینا می با اینا می جنگه از طریق عملیه فاگوسایتوزیس. چون باکتری خودش موادی چی است؟ از حجره داره دیگه. حجرهش پوش حجرهش از چی جور شده؟ از شحم و پروتئین جور شده. پس یک مقدار سخت است. وقتی که با اینا روبرو میشه، به اینی شکل دهان خود به اینی شکل چوشک مانند باز میکنه. دهان که نداره، البته غشای حجروی خود به اینی شکل یک شکل پستی بلندی میگیره، این را میبلعه. فاگوسایتوزیس اصطلاح عامیانه‌اش بلعیدن هم معنا میده. وقتی که ایره میبلعه، حجرات سفید خون بعد از در داخل انزایم ترشح میشه، ایره در داخل خود چیکار میکنه؟ از بین میره و خودش هم از بین میره. درست شد؟ خب و اگر گفتیم موادها سخت باشه، این عملیه رو به نام فاگوسایتوزیس میگه. درست شد؟
و اگر مواد هایی که در داخل حجره میشه به شکل مایع باشه، این را به نام پینوسایتوزیس میگه. به نام چی؟ پینوسایتوزیس. درست است؟ اگر مایع باشه به نام پینوسایتوزیس یاد میکنه. درست شد؟ خب اینا ببین شاگرد عزیز، این موادی بود که از بیرون در داخل حجره شده بود، اما بعض وقتا اتفاق میفته که وقتی که تحت عملی تنفس حجروی موادها میآید، بعضی موادها به شکل درشت میمونه و قابل استفاده نیست برای حجره. او مواد زایع است و باید خارج شود. ببینید اگر باز هم شما حجره رو مد نظر بگیریم، زمانی که فکر میکنید این هسته حجره است، یک مواد در این قسمت اضافه میشه، این به درد بخور حجره نیست، این باید بیرون شود و از طریق عمله انتقال غیر فعال هم امکانش نیست. باز هم چیکار میشه؟ به عین می شکل، به می شکلی که داخل خود کرده بود، باز هم به عین شکل پستی و بلندی ایجاد میشه. وقتی پستی و بلندی ایجاد شد، ایرا همین رقمی که ایرا بلعیده بود در داخل خود کرده بود، به عین شکل ایرا این دفعه چیکار میکنه؟ به طرف بیرون انتقال میده. درست است؟ پس عملیه که به داخل میاد به نام چی میگه؟ اینی عملیه را به نام اندوسایتوسیس میگه. به نام چی؟ اندوسایتوسیس. اندو به معنای چی؟ به معنای داخلی. پس داخل شدن به نام چی میگه؟ اندوسایتوسیس. و زمانی که مواد خارج میشه، این دفعه خارج میشه، این به نام چی میگه؟ به نام اگزوسایتوسیس. اگزوسایتوسیس شد فهمیده. ببینید اگزو یگان وقت در فیلم ها یا در یگان ارگان هایی که در خود کشور موجود داره، ببینید در بالای سر دروازه کلان نوشته است به این شکل اگزیت، یعنی یعنی تلامگه کم زده است که این راه خروجی است. ببین پس این هم از امون گرفته شده، اگزو به معنی خارج، سایتوسیس ببینید اگزوسایتوسیس یعنی خارج شدن. درست شد؟ خب شاگرد عزیز، درس امروز به می اندازه بس است. امیدوارم که از درس امروز مستفید شده باشین و یاد گرفته باشین. یک بار به صورت خلاصه تشریح میکنیم. درس امروز در رابطه با انتقال فعال یا اکتیو ترانسپورت بود. ما گفتیم بعض موادها از طریق عملی غیر فعال نمیتونه داخل حجره شود و باید حجره انتقال غیر فعال انجام بده، و انتقال غیر فعال به اون انتقال گفته میشه که موادها با غلظت‌های مختلف با مصرف انرژی داخل میشه. درست شد؟ باید انرژی مصرف شود. ببینید زمانی که حجره این مکانیزم انجام میده، این چگونگی و پستی و بلندی به وجود میاد، ایرم میبلعه و این هنگام انرژی مصرف میشه. ببینید این دو رقم بود، یکی اندوسایتوزیس داشتیم، یکی اگزوسایتوزیس داشتیم. اندوسایتوزیس به اونای داخل شدن، زمانی که حجره با یک مواد درشت در بیرون روبرو میشه، پستی و بلندی در غشای حجره با وجود میاد. وقتی پستی و بلندی وجود آمد، شکل چوشک به خود میگیره و ایره میبلعه به داخل خود، را میته و تحت انزایم قرار میته تا ایچار تجزیه و هضم شوه. و اگر این مواد سخت باشه به نام فاگوسایتوزیس، مثالش حجرات سفید خون هست که در مقابل میکروب ها اینا چیکار میکنه؟ مقابله میکنه. و اگر مواد مایع باشه به نام چی میکنه؟ پینوسایتوس. اینا بسیار اصطلاحاتی مغلق هستن تا جایی و همچنان اصطلاحات مهم هستن. شما اینا رو حفظ بکنین که هم به درد بخورتان هست و هم برای کنکورتان به درد میخوره. خب ببینید برعکسش، اگر مواد درشت در داخل حجره اضافه شوه، این از طریق انتقال غیر فعال خارج شده نمیتونه، پس باید انتقال فعال اینجا شور به وجود بیاد و عمو رقمی که مواد در داخل خود کرده بود حجره، به می قسم پستی و بلندی در غشای حجره به وجود میه و اینمی مواد اضافی درشت چیکار میکنه؟ بیرون میکنه. درست شد؟ خب شاگردای عزیز، من براتون کار خانگی میتوم، شما با استفاده از ویدیوها، با استفاده از متنی که در کتاب وجود داره کار خانگی رو حل بکنید. خب شاگرد عزیز، ببینید در این حال چون ایام قرنطینه است، شما کوشش بکنین که کتاب یک بار دو بار دوباره میتونین که از اول شروع بکنین و مرور بکنین، به خاطر که یادگیری بر اساس چی استوار است؟ بر اساس تکرار و تمرین استوار. بعد تکرار بکنیم تا یادگیری چیکار شود؟ برای ما شما تثبیت شود. خب کار خانگی چی است؟ کار خانگی سوال اول، عملیه های اندوسایتوزیس و اگزوسایتوزیس را
با مثال در یک حجره بیان نمایید. ببینید شاگرد، این سوال یعنی این که شما چکار میکنین؟ هم اندوسایتوزیز را و هم اگزوسایتوزیز را با یک حجره رسم میکنین به اون شکلی که لفافه یا چوشک مانند پستی بلندی در حجره وجود میه، به اون شکل کار بکنین و در زیرش تحلیل بکنین که چرا اندوسایتوزیز میگه و چرا اگزوسایتوزیز میگه. سوال دوم، عملیه انتقال فعال را تعریف نمایید. سوال سوم، اصطلاحات فاگوسایتوزیس و پینوسایتوزیس را بیان کنید. خب شاگردان عزیز، شما روزی 3 سوال در خانه کار میکنین. درس امروز به اینجا به پایان میرسه. تا دیدار بعدی و جلسه بعدی مضمون بیولوژی صنف 11 هم شما رو به الله پاک میسپارم. خدایا رو نگه دارید.